باورها به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرن. قبل از هر چیز بعد نیست ابتدا بدونیم که باور چیه و تعریفی از باور داشته باشیم در حقیقت این باورهای ما هستند که به زندگی ما معنی بخشیده و مسیر زندگیمون رو تعیین میکنند باورهای ما ادراک ما از جهان پیرامون ما هستند این باور ماست که مسئولیت فرماندهی مغز ما رو عهده داره و زمانی که فکر میکنیم چیزی درسته باور ما به مغز ما فرمان میده که به دنبال حقایقی باشه که از اعتقادات ما خوشیبانی بکنه این بدین معناست که اگر باور داشته باشیم که در زندگی موفق هستیم این گونه خواهد بود اگر شادی رفاه و سلامتی رو باور داشته باشیم نیمی از رقابت زندگی رو برده ایم و در چنین مواقعی مغز ما به دنبال حقایقی خواهد گردید که از اعتقادات ما پشتیبانی بکنه باور و اعتقاد یکی از قوی ترین نیروهایی است که می توانیم از اون برای رسیدن به برتری و موفقیت استفاده کنیم. توانمندی یک انسان رو باورهای او تعیین می کند. این باورهای ماست که در ما شخصیت و اعتماد به نفس می سازد. یک حقیقت وجود دارد و اون این است که آن چرا که به دست می آورید همان چیزی است که می پندارید و باور دارید. اصولا باورها ریشه در یک تجربه تلخ یا شیرین در گذشته دارند روند شکلگیری باورها این گونه است که یک باور قبل از اینکه تبدیل به یک باور بشه در ابتدا یک گمان و گمان حالتی است بین شک و اطمینان تجربه های تلخ یا شیرین و تکرار تجربیات مشابه و مرتبط در مورد اون گمان رفته رفته اون گمان رو تقویت کرده و تبدیل به باور میکنه با تکرار تجربیات تلخ و یا شیرین اون باور رشد کرده و ستبر میشه تا جایی که پذیرش نظریهی و مطلبی و موضوعی خارج و دور از اون باور شما کمی برای شما سنگین و غیر قابل قبوله این باورهای ما از دنیای پیرامون ما هستند که در ما شخصیت میسازند و برای ما مسیر زندگی تعیین میکنند و به طور کلی باورهای ما هستند که کیفیت زندگی ما رو رقم میزنند به طور خاص در یادگیری و به طور خاصتر در یادگیری زبان این باور شماست که میتونه به ش... کمک شما بیاد و سرعت شما رو در یادگیری بهبود ببخشه و به طور کلی باورها هستند که میتوانند کیفیت یادگیری رو تعیین کنند به طور کلی دو نوع باور وجود داره همینطور در یادگیری هم به همین ترتیب یک باورهای محدود کننده دو باورهای تقویت کننده ابتدا اجازه بدید از جنبه منفی قضیه و در مورد باورهای محدود کننده صحبت بکنید. باورهای محدود کننده در یادگیری و به خصوص یادگیری زبان باورهایی هستند که به سان میله های یک زندان شما را محدود می و اجازه پیشروی را رو از شما می شما مایل به پیشرفت و یادگیری هستید اما باورهای محدود کننده شما مثل صدی جلوی راه شما هستند و اجازه پیشروی را رو از شما می از منظری میتوان یک باور محدود کننده رو یک صدمه یا یک جراحت روحی دونست یک باور غلط و نامطلوب و به خصوص یک باور محدود کننده ریشه در یک تجربه تلخ در گذشته داره مثل یک تجربه تلخ در اولین کلاس زبان یا در مدرسه و یا در خارج از مدرسه شما استعداد ذاتی و خدادادی رو برای یادگیری زبان و هر مطلب دیگری داشته اید و دارید از اونجا که علم ثابت کرده نه تنها مغز شما بلکه مغز هر انسان دیگری یک ماشین خدادادی طراحی شده برای یادگیری زبان است نه تنها انگلیسی بلکه هر زبانی که بخواهید رو میتونید یاد بگیرید و به راحتی صحبت کنید و به اون زبان مسلط بشید همانطور که یک کودک زبان مادریش رو فرا میگیره اصلا مغز انسان اولین کاری که توانمندی انجامش رو داره یادگیری زبانه اصلا مغز انسان طراحی شده برای یادگیری زبان اما در ابتدای راه فراگیری یک زبان آموز یک معلم کم آگاه، یک روش آموزشی نادرست و بیکیفیت باعث ایجاد یک گمان محدود کننده در زبان آموز میشه اون زبان آموز فعلا باور نکرده که در زبان ضعیفه هنوز گمان کرده که شاید من در انگلیسی ضعیف هستم و یا اینکه احتمالاً من استعداد یادگیری زبان رو ندارم از طرفی دیگه یک سیستم آموزشی نامرقوب مبتنی بر آزمون تجربه تلخ دیگری رو در مسیر زندگی زبان آموز رقم میزنه و باعث تبدیل گمان محدود کننده اون زبان آموز به یک باور میشه از آنجا که زبان آموز کم کم باور کرده که در زبان مستعد نیست طبیعتا دنبال بهبود و یادگیری نخواهد رفت و همچنین از یادگیری و حتی کلمه زبان فراری خواهد بود از طرفی در سالهای بعد نیز معلم کماگاه دیگری و همان سیستم آموزشی نامرغوب باعث قویتر شدن باور محدود کننده زبان آموز گردیده و زبان آموز دیگر کاملا باور کرده است که من در انگلیسی اصلا استعداد ندارم روند شکلی یک باور محدود کننده به همین شکلی است که خدمتتون عرض شد و یا اشکالی شبیه به همین به مرور زمان از اونجا که این باور غلط در ذهن شما شکل گرفته و قوی و قوی تر شده همواره در مواجهه با موضوع فراگیری زبان مغز شما به دنبال حقایقی و توجیهاتی از میان تجربیات تلخ گذشته و دلایلی گشته و اونا رو پیدا کرده که از باورهای غلط شما پیروی بکنه و اونا رو تایید بکنه متاسفانه حقیقت اینه که بیشتر زبان آموزان دارای باورهای محدود کننده قوی و محکمی هستند. واجب و لازمه که زبان آموزان با شناخت حقیقت و ریشه باورهای محدود کننده اونها رو ضعیف کنند و باورهای تقویت کننده رو جایگزین کنند. یکی از باورهای غلط و محدود کننده ای که بسیار هم رایجه اینه که انگلیسی مشکله و یا اینکه انگلیسی پیچیده است. البته این تنها یک باوره این ممکنه باور شما یا باور من یا باور هر شخص دیگه ای باشه ممکنه اشتباه باشه که البته اشتباه هم هست اما باور شما یا باور منه و شما و منی که چنین باوری داریم در مغز و ذهن خودمون هم توجیهاتی و دلایلی برای حمایت از باور هرچند غلط خودمون داریم اما از نظر یک انگلیسی زبان چی؟ آیا از منظر یک انگلیسی زبان انگلیسی مشکل و پیچیده است؟ و یا زبان فارسی و یا زبان مادریتون برای شما مشکل و پیچیده است؟ البته که نیست. اما برای یک انگلیسی زبان که باور محدود کننده ای در مورد یادگیری زبانی غیر از انگلیسی داره، فراگیری زبان فارسی بسیار مشکل و پیچیده خواهد بود. بیشک باورهای محدود کننده ما رو محدود خواهند کرد و جلوی پیشروی ما رو خواهند گرفت. باورهای محدود کننده انگیزه ما رو دچار جراحت میکنند انرژی ما را گرفته و سنگ بزرگی جلوی راه ما خواهند بود اما حقیقت چیز دیگری است این باور محدود کننده که فراگیری زبان مشکل و پیچیده است واقعیت نداره و تنها در ما تبدیل به یک باور شده که باید اصلاح بشه ما این گونه پنداشته ایم و اینگونه گونه می اما ممکن است تفکر ما و برداشت ما اشتباه باشد همونطور که در بخش قبلی گفته شد اولین دلیلی که باعث میشه یک کودک به راحتی صحبت بکنه و صحبت کردن رو فرا بگیره انگیزه بالای او در فراگیریه دومین دلیلی که باعث میشه کودک بتونه به راحتی بیاموزه که چگونه صحبت بکنه اینه که کودک باور محدود کننده نداره به این دلیل که تجربه تلخی در گذشتهش نداشته که در او ایجاد باور محدود کننده بکنه که او از یادگیری بخواد بترسه یا اینکه از یاد گرفتن فرار بکنه اکنون شما با شناخت این باورهای محدود کننده نه تنها یک گام بلکه صد گام جلوتر از قبلی میدونید که باورهای محدود کننده باورهای اشتباه و غلطی هستند که ریشه در تجربیات تلخ دارند میدونید که باورهای محدود کننده باورهای منفی هستند که شما رو کمک نخواهند کرد و جلوی پیشرفت شما رو خواهند گرفت و لازمه که این باورهای محدود کننده رو دور بریزید بسیار خوب حال سوال اینجاست برای بهبود جراحتی به نام باور محدود کننده و محو کردن این باورهای غلطی که در ما وجود دارند و در ما بزرگ و بزرگتر شدن چه باید کرد؟ راه خلاصی از این میله های محکم که گرفتار اونا شدیم چیست؟ اولین گام اینه که باید ریشه باورهای محدود کننده رو بشناسیم و از ریشه اونا شروع به از بین بردن اونا بکنیم. باید حقیقت رو در مورد گذشته بیابیم و گذشته رو به چالش بکشیم. باید از گذشته و از تجربیات تلختون سوال کنید که آیا معلم کماگاه و ناآگاه دلیل ایجاد باور محدود کننده در منه و یا شاید روش آموزشی نامرغوب دلیل ایجاد باور محدود کننده در منه و یا شاید سیستم آموزشی آزمون محور و یا یک تجربه تلخ شکست غرور و شخصیت در کلاس زبان جلوی کلی زبان آموز باعث ایجاد این باور محدود کننده در من شده آیا روش آموزشی که طبق اون تا حالا برای یادگیری زبان به کار بردید روشی مبتنی بر تحقیق و مبتنی بر روش های علمی و اثبات شده بوده؟ و یا اینکه روشی اجباری که در مدرسه و در دانشگاه و در کلاس های زبان به شما تحمیل شده و همه بر اساس کتاب های سنتی موجود و گرامر محور بوده ضعف اکثر زبان آموزان و دانش آموزان در زبان حاکی از اینه که به احتمال قوی روش آموزشی که طبق اون زبان تدریس میشه دچار ضعفه از اونجا که پس از گذشت 5 الی 6 سال گذروندن دروس انگلیسی تا پایه دیپلم شخص دیپلم قادر به صحبت کردن و حتی خوندن و نوشتن تا یک سطح قابل قبولی نیست آیا این ذهنیت که در شما ایجاد شده که انگلیسی مشکل و پیچیده است یا زبان مشکل و پیچیده است از اونجا ریشه نمیگیره که شما میخواستید انگلیسی رو از راه مشکل و پیچیدهش یاد بگیرید آیا این ذهنیت که انگلیسی یا زبان خسته کننده است از اونجا ریشه پیدا نمیکنه که در تجربه گذشتهتون شما سعی کردید انگلیسی یا زبان رو با روشی خسته کننده در مدرسه ای خسته کننده و معلمی خسته کننده تر یاد بگیرید آیا روش آموزشی که طبق اون سعی در یادگیری زبان کردید روشی مبتنی بر یادگیری عمیق بوده و یا اینکه معلم تنها به دنبال این موضوع بوده که باید تعداد خاصی از فصل های کتاب مثل ده فصل یا 20 فصل یا پنج فصل تدریس بشه آیا در هر جلسه یک فصل کتاب تدریس میشد و بدون توجه به اینکه شما تسلط کافی به موضوع اون فصل پیدا کردید فصول بعدی پشت سر هم دیگه تدریس میشدن آیا در مدرسه شما هم کیفیت یادگیری فدای کمیت فصول درسی میشد آیا روش یادگیری که شما داشتید گرامر محور و ترجمه محور بوده به این معنی که به عنوان اینکه قرار انگلیسی یاد بگیرید در همون ابتدا شروع به آموزش دستور زبان به شما کردند و یا اینکه روش آموزشی ترجمه محور باعث این شد که شما انگلیسی رو فارسی یاد بگیرید و همیشه تلفظ لغات رو به فارسی بالای اون کلمه بنویسید و معنی رو جای دیگه و تنها با کافی دانستن این مطلب گستره پیشرفت و دانش خود رو محدود کردید بیایید با کمی دقت در پاسخ به این سوالات و سوالات این گونه ای در این موضوع دقت بکنیم و کمی وقت بزنیم و کمی بیاندیشیم و بیابیم و بدانیم واقعا ریشه باورهای محدود کننده ما کدومان از اونجا که افراد تجربیات و زندگی های مختلفی دارند ریشه و ریشه های باورهای محدود کننده افراد مختلف متفاوته دوست من فراگیری هر زبانی و به خصوص انگلیسی به هیچ وجه مشکل نیست انگلیسی به هیچ وجه پیچیده نیست بدونید که اگر شما همکنون در این مقطع زمانی در زبان ضعیف هستید دلیل این ضعف خود شما و یا نبود استعداد در شما نیست بلکه ممکنه دلیل این ضعف یکی از دلایل و عواملی که گفته شد باشه نکته اساسی که در یافتن باورهای محدود کننده باید به اون دقت داشته باشید به سوال و چالش کشیدن گذشته و تجربیات گذشته است از خودتون بپرسید باید کمی با خودمون صادق باشیم وقت بگذاریم و بیشتر خاطرات گذشته و تجربیات گذشته یادگیری زبان رو مرور کنیم راه حل اینه که باید با مرور گذشته ریشه باورهای محدود کننده رو بیابید و با تفکری منطقی و یافتن دلیل ضعف خودتون در انگلیسی یا زبان به این موضوع مهم دست پیدا کنید که دلیل ضعف در انگلیسی یا زبان خود شما نیستید بلکه ممکنه یکی از دلایلی باشه که گفته شد و یا هر دلیل دیگری که در شما ایجاد باورهای محدودکننده کننده نموده و جلوی پیشرفت و موفقیت شما در فراگیری زبان رو گرفته وقتی که به این حقیقت برسید که دلیل ناموفق بودن شما تا به امروز در فراگیری زبان عواملی غیر از خود شما و استعداد شماست پیشرفت بسیار شگرفی در راه تقویت انگیزه و طبیعتا در راه فراگیری زبان برداشته اید باورهای تقویت کننده حال بیایید از زاویه دیگه به باورها و حقایقی که وجود دارند بنگریم ممکنه ما نسبت به برخی از حقایق بیخبر باشیم و شاید هم تا به حال به این حقایق و باورها توجه نکرده و یا اینکه تجربیات تلخ گذشته ایم ما اجازه نداده که به این گونه از حقایق دست بیابیم تا در ما باورهای تقویت کننده ساخته بشن باورهای تقویت کننده باورهایی هستند که مانند یک موتور قوی روحیه و انگیزه شما را رو با قدرت و سلابت به کار می تا در جهت یک هدف ثابت قدم و استوار با سرعت و با کیفیت مطلوب به سمت اون هدف گام بردارید باورهای تقویت کننده همون باورهایی هستند که شما به اونها نیاز دارید با مرور گذشته و تکنیک شناخت باورهای محدود کنندتون شما به جایی رسیدید که اکنون دیگه میدونید و یا اینکه گمان کردید که انگلیسی یا یادگیری هر زبان دیگری مشکل و پیچیده نیست بلکه برای رسیدن به هدف و رسیدن به سطح تسلط به یک زبان باید در راه درست گام برداشت با گذشت زمان و با تمرین طبق روش ها و تکنیک هایی که در این مجموعه دروس به شما تقدیم میشه و همچنین گام برداشتن در این مسیر و فراگیری با کیفیتی که خواهید داشت گمان شما تبدیل به باور خواهد شد که یادگیری هر زبانی و به خصوص انگلیسی نه تنها مشکل و پیچیده نیست بلکه بسیار آسان و لذت بخش هم هست تا آنجا که خواهید تونست فراگیری زبان رو تبدیل به یکی از تفریحات خودتون بکنید توجه داشتید که قبلا در بحث باورهای محدود کننده گفتیم که باورها یک ریشه در تجربیات گذشته دارند با گذشته زمان و با تمرین طبق روش ها و تکنیک هایی که در این مجموعه وجود داره این تجربه برای آینده شما حاصل خواهد شد و شما با موفقیت تجربه های شیرین و مسمر ثمری خواهید داشت که باعث خواهد شد باورهای تقویت کننده شما رو بسازند به این موضوع رسیدیم که باورهای محدود کننده کاری جز محدود کردن ما ندارند پس با شناخت درست از باورهای محدود کنندمون اونا رو رفته رفته محو میکنیم و از بین خواهیم برد و به جای اونها باورها و حقایق تغییر کننده رو جای خواهیم داد یک حقیقت دلچسب و لذت بخش وجود داره و البته دانشمندان با بررسی و تحقیق و آزمایش به این نتیجه رسیدن که مغز انسان یک ماشین طراحی شده از جانب خداوند بزرگ برای یادگیری زبان است نه تنها انگلیسی بلکه هر زبانی که اراده بکنید رو از راه درست سریع و عمیق فرا بگیرید به اون زبان میتونید به راحتی صحبت بکنید برای اثبات این موضوع باز هم توجه شما رو به پروسه یادگیری زبان مادری توسط یک کودک جلب میکنم کمی در فرایند زبان باز کردن و صحبت کردن کودکان دقت بکنید یکی از دلایل دیگه ای که کودک زبان مادریش رو با آسانی و با سرعت فرا میگیره اینه که کودک باورهای تقویت کننده قویی برای فراگیری داره ارتباط با دیگران در اون مرحله از زندگی یک باور تقویت کننده در کودک ساخته و از آنجایی که مغز انسان یک ماشین طراحی شده برای یادگیری زبانه و اولین کاری که مغز انسان بلد انجام بده یادگیری زبانه کودک فرا میگیره که صحبت بکنه دقت داشته باشید که در پروسه یادگیری زبان توسط یک کودک هنوز خبری از گرامر و کتابچه و متن و همچین مسائلی نیست اما کودک فرا میگیره که چگونه باید به آن زبان سخن گفت. پروسه یادگیری زبان توسط کودک رو خودتون بیشتر بررسی کنید و در این پروسه بیشتر ریز شید و بیشتر دقت کنید. برای اینکه زمیر ناخودآگاه شما باور کنه و بدونه که شما و مغزتون چه توانمندی دارید، این جمله جادویی رو با خطی خوش بنویسید و در مسیر دید هر روزتون بذارید چون این زمیر ناخودآگاه شماست که در شما ایجاد باور میکنه اجازه بدید ابتدا زمیر ناخودآگاهتون بدونه که مغز شما چه توانمندی داره با نگاه کردن به این جمله جادویی و تنها با گذشتن این جمله از جلوی چشمان شما حتی اگر شما این جمله رو به صورت کامل نخونید و با صدای بلند و با افتخار این جمله رو تکرار نکنید مغز شما این توانمندی رو داره که هر بار با گذشتن این تصویر از جلوی چشمان شما و با همکاری زمیر ناخودآگاه شما در شما این باور رو بسازه که بله مغز من این توانمندی رو داره و من این توانمندی رو دارم پس لازمه که این جمله جادویی رو نوشته و در مسیر عبور دیدتان قرار بدید بنویسید مغز من یک ماشین طراحی شده از جانب خداوند برای یادگیری زبان است برای نتیجه بهتر این جمله رو بارها و بارها و با افتخار تکرار کنید برای دیگران بگویید به اونا هم توضیح بدید که چه توانمندی دارن و از اون بیخبر هستن برای اثبات این موضوع پروسه یادگیری زبان توسط یک کودک رو براشون توضیح بدید و برای خودتونم بیان بکنید همونطور که گفته شد اجازه بدید زمیر ناخداگاه شما بداند و بفهمد که چه توانمندی دارید پس به اینجا رسیدیم که یادگیری زبان اولین کاری است که مغز ما میتونه انجام بده و ما از آن قافل بودیم و تا به حال به اون توجه نکردیم پس ممکنه که فراگیری زبان بسیار آسانتر از آنچه میپنداشه این باشه پس یادگیری زبان میتونه به سادگی آب خوردن باشه پس یادگیری زبان میتونه لذت بخش باشه همانطوری که زبان مادریتون رو فرا گرفتید و مثل آب خوردن به زبان مادریتون صحبت میکنید انگلیسی یا هر زبان دیگه هم میتونه بسیار آسان باشه یادگیری زبان از راه طبیعیش میتونه بسیار دلچسب و آسان و شیرین باشه باور دیگه ای که باید در خودتون تقویت بکنید اینه که یادگیری انگلیسی یا زبان یک تفریح و به سادگی آب خوردنه و این یک حقیقته همونطوری که گفته شد برای تبدیل یک گمان به باور نیاز به یه سری تجربیات و یک سری برهانها و دلایلی برای اثبات داریم برای اینکه این موضوع به شما اثبات بشه تا زمیر ناخودآگاه شما در شما باور بسازه و این باور تقویت بشه میتونید اشخاصی رو پیدا کنید که در حال حاضر میتونن به راحتی به انگلیسی یا هر زبان خاص دیگه ای غیر از زبان مادریشون صحبت بکنند میتونید با بررسی کمی در زندگی اونا متوجه شید که یادگیری زبان یک نوع تفریحه و به سادگی آب خوردنه یک نمونه از این اشخاص که بسیار ایشون مورد علاقه شخص من هستند رو برای شما مثال میزنم آیا استیف کافمن ایشون یک زبانشناس هستن زبان مادری ایشون انگلیسیه اما ایشون به زبانهایی که ممکنه در ذهن ما صحبت کردن به اون زبانها غیر ممکن باشه به راحتی صحبت میکنن زبانهایی مثل چینی در دو نوع چینی باستانی و چینی مرسوم فعلی ژاپنی روسی کره و زبانهای دیگه آیا استیو کافمن به راحتی توانایی صحبت به دوازده زبان رو دارند جالبه بدونید یکی از باورهای اصلی و قویی که آیا استیف کافمن دارن اینه که یادگیری زبان یک نوع تفریح و به سادگی آب خوردنه به اعتقاد آقای کافمن یادگیری زبان بایستی با روش طبیعی اون صورت بگیره نه با تکیه بر کتاب و کتابچه های مرسوم و خست کننده و البته نه با تکیه بر گرامر یکی از کارهای همیشگی که آقای کافمن انجام میدن مطالعه منابع لذت بخش به زبانهای مختلفه توجه داشته باشید مطالعه که لذت بخشه و همچنین گوش کردن به مطالبی که براشون لذت بخشه یکی از تکنیک های کاربردی ایشونه مثلا خواندن داستانهای مختلف و یا گوش کردن به داستانهای مختلف برای ایشون و برای کسی که یک زبان رو از راه ورودی و از مطالعه و از گوش کردن مطالب مورد علاقش یاد میگیره طبیعتا مشکل و پیچیده و خسته کننده نخواهد بود با کمی بررسی در روش فراگیری زبان آموزان موفق و زبان آموزانی که سریع فرا میگیرند به این موضوع پی خواهید برد که باور اونها نیز از یادگیری یک زبان و یا زبان مورد مطالعهشون باوری اینگونه است که یادگیری زبان لذت بخش به سادگی آب خوردنه باور اونها اینه که باید یک زبان رو از راه طبیعیشی فرا گرفت نه از راه تکیه و تکرار گرامر و تکیه بر مسائل ریز و پیچیده یک زبان حال برای اینکه شما نیز در یادگیری زبان موفق باشید برای اینکه با سرعت بسیار بالا انگلیسی یا زبان مورد نظرتون رو فرا بگیرید به این باور نیاز دارید که بدونید یادگیری زبان یک تفریح و یادگیری زبان میتونه به سادگی آب خوردن باشه و اینگونه هم هست تکنیک و تمرین شما اینه که باید باورهای تقویت کننده رو مرور کنید باورهای تقویت کننده رو با خطی خوش بنویسید و چاپ کنید و در مسیر دید خودتون بگذارید تا فراموش نکنید تا زمیر ناخودآگاه شما ببیند و در شما ایجاد باور کند جملاتی مثل مغز من یک ماشین طراحی شده از جانب خداوند برای یادگیری زبان است و یا یادگیری انگلیسی یا زبان یک تفریح است و به سادگی آب خوردن است و یا من عاشق انگلیسی هستم و یا جملات عالی که دوست دارید و در شما ایجاد انگیزه و باور مثبت خواهد کرد تمرین شما اینه هر روز این جملات جادویی رو تکرار کنید قبل از شروع به تمرین و مرور زبان همراه با تکنیک حفظ حالت قوی بدنی همراه با تکنیک تنفس عمیق و با تکنیک انگیزه بالا جملات رو بارها و بارها تکرار کنید با این تکنیک ها و تمرین ها بدن شما و مغز شما و انگیزه بالای شما آماده است تا فرا بگیرد و مطالبی که یاد میگیرید رو نگه دارد یک موضوع دیگری که علاقه مندم در اینجا عنوان بکنم یک بیت شعر هست که با الهام و کمی تغییر از شعر مولانا به وجود اومده و مرسوم هم هست بیت شعری که شما هم تا به حال اونو شنیدید شکر نعمت نعمتت افزون کند کف نعمت از کفت بیرون کند در مورد این بیت شعر شاید بشه ساعتها فکر کرد و ساعتها صحبت کرد نعمت هایی که خداوند در اختیار تک تک بندگان عزیزش قرار داده ممکن متفاوت باشه اما موضوع اصلی خود نعمت است که در اختیار هر شخص قرار داده شده بعضی از نعمت ها و امکانات هستند که در دنیای اطراف ما وجود دارند و ممکن ما از اونها بیخبر باشیم و یا اینکه تا به حال از کنار آنها کم توجه یا بی توجه گذشته باشیم به عنوان مثال نعمت مغز ما که در اختیار ماست و نعمت تفکر ما که در اختیار ماست و شاید ما به این نعمت خارق العاده کم توجه بوده ایم همین که مغز ما چه توانمندی هایی داره و ما از آن توانمندی ها درست و به طور کامل استفاده نکرده ایم شکر نعمت این نیست که به لفظ و تنها به زبان از خداوند تشکر کنیم و سپاسگزار باشیم به عنوان مثال اینکه هر روز با زبان از خدا تشکر کنیم که خداوند تو این مغز و تفکر رو و این ذهن توانمند رو به من عطا کردی و من از تو متشکرم بلکه استفاده و به کارگیری نعمت که باعث شکوفایی و قدردانی نعمت خواهد گردید همان گونه که شکر نعمت نعمتت افزون کند به کارگیری از مغز و ذهن باعث شکوفایی و پیشرفت و مفید بودن بیش از پیش در زندگیمان خواهد شد از طرفی کفر نعمت این نیست که ما با لفظ و زبان نعمتی را کفر و ناسپاسی کنیم همین که از اون نعمتی که در اختیار ما قرار داره درست استفاده نکنیم اون نعمت از کف ما خارج خواهد بود نیازی هم نیست که خداوند اون نعمت رو به صورت واقعی از اختیار و کف ما خارج کنه چون خداوند نیپی نیازه و نیازی هم نداره که بخواد نعمت داده شده رو پس بگیره همین که از اون نعمت استفاده نکرده ایم شاید مالک یا هم کننده ظاهری اون نعمت هم باشیم اما در حقیقت اون نعمت از کف ما خارجه و مالک واقعی اون نعمت یا نعمت ها نیستیم امیدوارم که از امکانات و نعمت هایی که در اختیار شما قرار داده شده به خوبی استفاده بکنید و امیدوارم با تکرار و تمرین و تمرین های مستمر و پی در پی باورهای تقویت کننده ای در خودتون بسازید و باورهای محدود کننده خودتون رو دور بریزید پیروز و شادکام باشید